من سال 1348 در یکی از شهرهای شمالی ایران لنگرود به دنیا آمدم، از پدر و مادری گیلک. زندگی من زیر تأثیر مادرم بود. مادرم رو کاساروس صدا می زدن. کاساروس در گیلکی یعنی زنی که چشمهای شبیه دریا داره، از همون کاسپیان سی میاد من فکر میکنم. از مادرم حرف زدم به خاطر اینکه اغلب شعرهای حسی من، شعرهای که خودشونو به پیوریتی نزدیک میکنن، به خلوص نزدیک میکنن، ربطی پیدا میکنه به مادرم. من فکر میکنم که زبان مادر دوم آدمه. یعنی شما وقتی که متولد میشید با اولین صدا، اولین آوا، دومین مادرتون رو پیدا میکنید. از لحاظ صدا من همیشه یک مشکل بزرگ داشتم، یعنی تا سن بلوغ حدود 15 سالگی من لکنت داشتم و توی مدارس درس من همیشه خوب بود. معمولا معلمامون از من سوال نمی پرسید، چون اگه قرار بود جواب بدم شاید 5 دقیقه طول می کشید که 2 جمله بگم، و به خاطر همین از من سوال نمی کرد. اغلب سوالها کتبی بود، یعنی این یک جور همراه با یک جور عقده بود، عقده حرف زدن، عقده ارائه دادن. عجیب اینه که وقتی 15 سالم شد دیگه لکنت نداشتم، یعنی لکنت من به طور کامل فید شد. این علاقه، این انرژی که مونده بود باعث شد که من از 15 سالگی توی اغلب سخنرانی ها، اغلب هنرها، مثل نقاشی، مثل تئاتر، مثل شعر، مثل خیلی از هنرها از اندام کنم. بعد از چاپ کتاب اولم که اسمش بود تنها آدم های آهنی در باران زنگ میزنند، تا همین دوره من بازی میکردم در تئاتر، حتی یکی از فیلمنامه هام در المپیاد دانشجویی مقام آورده بود، یعنی فیلمنامه نویسم بودم. یه دوستی داشتم، حسن صفدری، این مدیر اجرایی یک فیلم سینمایی بود به اسم کچل عاشق. واسه تصحیح فیلمنامه حسن از من خواست که این فیلمنامه رو تصحیح بکنم، و اونجا وقتی که تصحیح کردم از من دعوت به بازی هم شد. نقش چهارم پنجمی همون فیلم بود. پول خوبی میدادن، منم گفتم اوکی بازی میکنم. وقتی بازی کردم نقش اول این فیلمو اکبر عبدی داشت. اکبر عبدی تو اون چند روز با من آشنا شده بود و کتاب منو خونده بود. یه دفعه به من گفتش که من حیفم میاد که تو توی این فیلم بازی کنی، اگه قراره شنا کنی امثال تو باید ناگهان بزنن به دریا، نباید از جوی خیابون شروع کنن. این علت تأثیری بود که بعد از اون تمام تمرکزم، یعنی جملهش خیلی جمله تأثیرگذاری بود. بعضی از آرتیست ها، بعضی از هنرمند ها اورجینالن، ممکنه دانش نداشته باشن اما نفسشون، صداشون تأثیر گذاره. بعد از اون من فقط به شعر پرداختم و نقد ادبی و تمام مطالعات من مطالعات ادبی یا نهایتا فلسفی و تو حوزه نظریه پردازی بود، نظریه پردازی ادبی البته. کتاب دوممو، یعنی اون زمان من یک سخنرانی داشتم سال 73، اون سخنرانی خیلی جنجالی شد، چون سال 72 کتابم که در اومد، محمد حقوقی منتقد معروفیه، این یه سخنرانی مطرحی داشت اونجا، خیلی از این کتابم تعریف میکنه و همون جلسه از من دعوت میکنن که سخنران بعد بشم. تو اون سخنرانی من ایده‌های خودم، ایده‌های من همیشه همراه با یک جور نقد تحلیلی بود. از نقد شعر شاملو شروع کردم. مثلا گفتم که شاملو شاعر بزرگی، یکی از شاعرای مورد علاقه من بود، ولی از زیر ساخت ذهنی همیشه فکر میکردم که نسل آینده باید استتیک جدیدی رو تعریف بکنه، زیبایی‌شناسی تازه‌ای رو تعریف بکنه.
خب خیلی ها شاملو رو شاعر مدرنی میشناختم، ولی از لحاظ ساخت ذهنی من فکر میکردم شاملو شاعری آرمانخواهه، شاعری شیعیه، چون وقتی که مواجه میشدم با بعضی از شعرهای سیاسی یا مثلا شعری که واسه وارتان گفت، وارتان واسه منش حسین صحرای کربلا رو پیدا میکرد، یا وقتی که از آیدا حرف میزد یک مریم آسمان، یک مریم مقدس رو ارائه میداد. خب بالاخره شما تو پروسه زناشویی خیلی از مشکلات هم پیش میاد، شما هیچ کدوم از دعواهای شاملو با آیدا بدل به شعر نشده. اون منظورم اون عشق نابه که در اینجور ادبیات وجود داشت. خب اون سخنرانی من خیلی جنجالی شد و بعد باعث شد که من 3-4 سال منزوی بشم، ولی فرصت خوبی بود که بشنم خوب بخونم و خوب ادبیات فارسی، چه کلاسیک رو چه ادبیات مدرن ما رو تحلیل کنم واسه خودم. بعد یه شعار در انتهای این 4 سال به یک شعار رسیدم، اینکه یک شاعر واقعی، یک شاعری که بخواد آینده داشته باشه باید منتقد خودش باشه. یعنی ما ناگزیریم در اون جامعه که دچار فقر انتقادیه، یک شاعر، یک هنرمند، یک نویسنده باید منتقد سر خودم باشه. خب من بعد سال 72 کتاب چاپ نکردم، سال 76 کتابم به ارشاد ارائه داد میرسلیم، 74 کتابمون دادم به ارشاد میرسلیم. آقای میرسلیم وزیر ارشاد بود، دوره سانسور خیلی شدید بود، اون کتابو تایید نکردن. بعد دومون خرداد فضای فرهنگی باز شد و پاریس ترنو در اومد. پاریس ترنو شاید اولین کتابی بود که بعد از سال 57 به عشق میپرداخت، به عشق زمینی میپرداخت، به عشق بی معشوق به عشق با معشوق میپرداخت. به خاطر اینکه ادبیات کلاسیک ما یک جور ادبیات دینیه، چون بخش بزرگی از ادبیات مدرن هم حتی ادبیات دینیه، به خاطر اینکه همیشه عشق بی معشوق رو ستایش میکنن یا معشوق رو اینقدر آسمانی میکنن که بدل به یک مقدس میشه. خب کار من همیشه این بود که شغل اصلی من در شعر معمولی کردن یک مقدس بود، همیشه سعی میکردم از مقدس یک معمولی بسازم، به خاطر اینکه فکر میکنم که عرفان گذشته، انواع مذاهب سعی میکنن اگرچه در صورت میگن که عشق رو تبلیغ میکنن، اما اینا یک عاشق رو نمیتونن تحمل بکنن، به خاطر اینکه یک عاشق اسیانگره، به خاطر اینکه یک عاشق بعض مدتی به فردیت میرسه. خب گروه ها، ایدئولوژی ها، مکاتب، ادیان، مذاهب، ادیان به معنای مذاهب نه ادیان به معنای واقعی دین، اینا فرد رو نمیخوان، جمع رو میخوان. هر خطیبی، هر پیش نمازی نماز جماعت رو ترجیح میده به نماز فرادا. از این بابت من خیلی سعی کردم که فردیت در شعر رو تعریف بکنم، به خاطر اینکه فردیت رو تعریف بکنم از کهن الگوها فاصله گرفتم، در شعر سعی کردم جزئی نگاری بکنم. در نتیجه پاریستر اونو کتابی بود که خب خیلی ها دربارش مقاله نوشتن، اغلب منتقدا و شعرهای مطرح دربارش یا نقد نوشتن یا اظهار نظر کردن یا بالاخره یا در سخنرانیاشون ازش یاد کردن، به طوری که تو نسل بعد بدل به یک کتاب بالینی شد تا سالها. منطقه اون انتهای کار من نبود. بعدش من به خاطر اینکه در ایران ما شاعر حرفه‌ای نداریم، یعنی شاعری که هر ساله یا توی پریودهای زمانی کوتاه بیاد کارنامه خودش رو به مخاطباش ارائه بده، از اون سال تا کنون من همیشه هر ساله کارنامه ادبیمو ارائه دادم. مثلا شما سال 76 پارسرون رو چاپ شد، سال 77 این گربه عزیز، سال 78 فلبداهه و بلا. من تا وقتی در ایران بودم، یعنی تا سال 81، من 8 کتاب چاپ کردم. وقتی که تو این دو مدتی هم که از ایران خارج شدم 11 تا کتاب دیگه، کتاب شعر دیگه منتشر کردم که کلن شدن 19 کتاب شعر. خب مهاجرت، تبعید، این فرصت رو به من داد که با فرهنگ‌های دیگه آشنا بشم. تبعید این فرصت رو به من داد
که با فرهنگ‌های مختلف آشنا بشم. به خصوص در اون 3 سال اولی که توی پاریس زندگی می‌کردم، کشورهای مختلف مثل هلند، مثل سوئد، مثل نروژ، مثل آلمان، خب اغلب کشورهای اروپایی دعوت می‌شدم واسه شعرخوانی. تو مکس هایی که داشتم بعضی وقتا پیش می اومد که مثلا توی کشور 1 ماه 2 ماه بمونم و دیالوگ با شاعرهای مختلف باعث شد که این زبانها حتی یک گفتمانی بین زبانها اتفاق بیفته و یک فرهنگ ایرانی خودش رو دخیل بکنه در فرهنگهای دیگه. در نتیجه یک دیالوگی بین زبان من، فرهنگ من، یک فرهنگ ایرانی و بقیه فرهنگ ها و بقیه زبان ها اتفاق افتاد. معمولا تو شعرهای من همیشه با توجه تکنیک بینامتنی شعر می نویسم. حالا تکنیک بینازبانی هم خودش رو وارد کرده بود. حتی سلیقه های کشورهای مختلف یا خواننده های مختلف، یکی از برخوردهای اصلی من که باعث شد که شعر من اصلا تغییر بکنه در تبعید این بود که با مترجم هایی که کار میکردم، اینا اغلب از من میخواستن که ساختار شعر رو مشخص بکنم، خط روایی شعر رو مشخص بکنم، بر نمیتافتن یک تصویر پراکنده رو، عنصر خیال رو بر نمیتابن. تازه اونجا بود که من با معضل شعر میدلیست، شعر خاورمیانه، به معضل شعر پارسی اشراف پیدا کردم. اینکه چرا ادبیات ما جهانی نمیشه، چرا شعر ما بعد از ترجمه خودش رو از دست میده، علتش اینه که شعرهای ما پر از تصاویر پراکنده است، به خاطر اینکه یک ارتباط ارگانیک بین دایره های خیال وجود نداره. ما از موتیف های آزادی در شعر استفاده می کنیم بدون برخورداری از موتیف مقید، یعنی اون درون مایه‌ای که شما رو وادار می کنه بنویسید، یعنی اون شهود شاعرانه، اون دریافت شاعرانه. این باعث شد که یک تجدید نظر اساسی بکنم. یعنی من همیشه فکر می کردم که بحران شعر معاصر بحران سطح سازیه. یعنی تو کل دهه 70 یکی از پیروزی‌های ما این بود که شعر پارسی این دوره رو گذراند، یعنی از بحران سطر گذشت. الان فکر می‌کنم دچار بحران قطع سازیه. شما می‌بینید شاعرای مختلفی می‌بینید که در سطر سازی خیلی موفقن، یعنی میتونن در یک شعر 10 تا سطر بسیار زیبا بیارن، اما ارتباط ارگانیکی بین اینا نیست. علتش اینه که اشراف بر عنصر تخیل ندارن. حتی تفاوت خیال و خیلی هاشون تفاوت خیال و تخیل رو نمیدونن. تخیل اون عنصریه، برایند اون شهودیه که خلج یک نقطه مرکزی میشه، خلج موتیف مقید میشه و موتیفای آزاد میان در خدمت این موتیف مقید شعر رو پیش میبرن. بعد از اون خب وقتی شما میخواین اینه اعمال بکنین در شعر، آزادیتون کاسته میشه. یعنی اون وقت مجبورید بعضی وقتا در حین نوشتن پلان بکنین تو شعرتون. ناگهان دیدم که اون چیزی که ما اسمشو میذاریم عصیان، خیلی از این دیوانگانی که در تیمارستان ها هستن، اگه به دیالوگاشون گوش کنید، به مونولوگاشون گوش کنید، با این استدیکی که شعر معاصر تگی این سالها داشته شعرتر هستن. فرق یک متن شعری با یک متنی که یک دیوانی می نویسی اینه که متن شعری ساخت داره، سمنتیک، ساختار معنایی داره، ساختار هندسی داره، فرم زبانی داره و از یک منطق زبانی پیروی می کنه، اما متنی که از روی مونولوگ یک دیوانه پیاده میشه هیچ کدوم از اینا رو دارا نیست. خب اینو میتونم بگم که اگرچه تبعید نوع زیستم رو تغییر داد، اگرچه رنج دوری بود، دوری از خانواده، دوستان، اما خب آشنایی با شعرهای جان، به خصوص رفتن تو فستیوال‌های مختلف، از فستیوال‌های عربی تا اسپانیش تا آلمانی تا انگلیسی گرفته،
باعث میشد که شما با شاعرای مختلفی دیالوگ بکنید و این تجربه هاتون رو هی به هم دیگه انتقال بدید. خب این پروسه رو من نمیتونم واسه مخاطب ایرانی، برخی از منتقدان الان من معتقدن که شعر عبدالرضایی عوض شده، شعر عبدالرضایی مثل سابق نیست، به خاطر اینکه اونها هنوز از اون زاویه دید نگاه میکنن، اونها هنوز معضل و غول ترجمه رو نمیشناسن، هنوز نمیدونن که شما وقتی یک شاعر وقتی حرفه‌ای میشه، وقتی وارد دایره ترجمه کارهاش میشه چه اتفاقهایی واسش میفته. اون وقت دیگه شعر تنها گفتنی است که میگوید نیست، یعنی اساس شعر هنوز زبانه، اما زبان اینجا یک سته که کلی سابست داره، تخیلم یک زیرمجموعه ای از این مجموعه بزرگه، شهودم یک زیرمجموعه ای از این مجموعه است، تفکر هم همچنین. در نتیجه اینجا شما یک جدال دارید بین منش دیونوزیسی ذهن با منش دیونوزیسی متن با منش آپولونی متن. یک بخش متن شما با حسیت، با قلب، با هارت، با اوسیان می‌نویسید، اون بود دیونوزیسی. یک بخشش هم کاملا آپولونیه، تفکر شاعرانه رو تعریف میکنه. وقتی این دوتا با همدیگه کنار بیان یک متن خلاق اتفاق میفته. متن خلاق معناش این نیست که ما همیشه در شعر ملق بزنیم، همیشه یک جور دیگه بنویسیم، صورت شعر رو تغییر بدیم. یک شعری که صورت بسیار تازه‌ای هم داشته باشه اما جانش کهنه باشه، جانش متفکر نباشه، به نظر من همونقدر مشکل داره که یک غزل تکراری کلاسیک، یک مثنوی تکراری کلاسیک. به نظر من یک شعر واقعی وقتی اتفاق میفته که در اون پیشرفت سرطانی وجود نداشته باشه، یعنی پیشتری باید در همه ابعاد باشه که قبلا توضیح دادم، در هر کدوم از این شاخه ها. از این بابت پروسه ترجمه خب خیلی به من کمک کرد، و به خصوص اینکه من مترجمای من اینطور نبود که مثلا به طور خیلی غیر حرفه‌ای بیان ترجمه بکنن. یک مترجم باید شاعر باشه، چون شعر متنیه که در ترجمه عادی به راحتی گم میشه. واسه همینه که مثلا خیلی وقتا من میبینم که یک آدمی که زبان مادریش انگلیسی نیست میاد یک مترجم انگلیسیه که از انگلیسی به پارسی ترجمه میکنه. بعضی وقتا مترجمینشون مثلا شعر فروغ رو ترجمه کردن، شعر سهراب سپهری رو ترجمه کردن، و وقتی شما میبینید میبینید که نه ساخت داره، نه فرم داره، نه هیته تصویرپردازیش هماوردی میکنه با اون متن پارسیش. خب اصلا تبدیل، مگه اینکه یک شاعر انگلیسی خیلی جدی باشه بخواد به اون جهان متن سهراب یا مثلا فروغ یا شاملو برسه. واسه همین ما هنوز ادبیات پارسی ترجمه نشده. خیلی وقتا خیلی از محققی هستن، مثلا یک کتابی داره جناب عبدالعلی دستخیب که میگه مثلا مهمترین شاعران آلمانی مثلا متأثر از یکی دوتا، من اسم بیارم چون این جمله نباید گفت، متأثر از حافظه. ما هنوز شعر حافظ چون که باید شاید درست ترجمه نشده، یعنی به شعر در نیومده. مثلا ما تو انگلیسی میمی خلوتی رو داریم که فرم غزل حافظ رو گرفته و مفاهیم خودش رو ریخته و حافظ رو در بریتانیا اون مطرح کرده، ولی کتابی که منتشر کرده که غالب غزل رو اونجا مطرح کرده واسه اولین بار هیچ ربطی به شعر حافظ نداره. میخوام بگم که ترجمه دوباره نویسی متنه، ترجمه شعر به خصوص. خب از این بابت میخوام بگم که ادبیات فارسی ویوی جهانی نداره، یعنی هنوز در ویترین قرار نگرفته. در نتیجه بخش بزرگی از انرژی من صرف این شد که مترجمهای من رو با آرای خودم آشنا بکنم، با ایده های اونا آشنا بشم. یعنی اول یک دیالوگ، یک گفتمان بین من و اونها اتفاق افتاد. اونا بخشی از من رو ساختم، من بخشی از اونا رو ساختم. در نتیجه مثلا ترجمه هایی که آقای شجری تو فرانسه کرده تنه به شعر میزنه، ترجمه های ابوالفروشان که اغلب ترجمه به زبان های مختلف از روی زبان انگلیسی، از روی ترجمه های ابوالفروشانه و به نظرم ترجمه های خلاقی هن. به خاطر اینکه ما پیش از ترجمه مدت ها نشستیم با هم دیگه حرف زدیم. این خیلی به درد من اینو کش میدم، در مورد بیشتر توضیح میدم، به خاطر اینکه مسئله اصلی جای نشدن شعر پارسی همینه، ترجمه است، در ویترین قرار دادن این شعره.
شما میبینید که مثلا در حافظیه شیراز اگه برید میبینید که این بخشی از هزینه وزارت ارشاد تعلق میگیره به فعالیت‌های اون حافظیه، که به خاطر اینکه مقاله بنویسن درباره حافظ، اینکه مثلا از شاه شجاع در شعر حافظ چگونه شخصیتی داشته، این میشه مثلا کلی هزینه میکنن واسه این مسئله، یا ابعاد مختلف. یعنی حتی یک شاعر انگلیسی، یک شاعر حرفه اینا دعوت نکردن یه پولی بهش بدن، یعنی یک صدم اون پولی که خرج این مراسم ها و همایش ها واسه حافظ میشه یا سعدی میشه یا مولوی میشه، یک صدم اون پول رو خرج یک شاعر حرفه ای انگلیسی یا امریکایی بکنن که بشینه با یه مترجم ایرانی توضیح بده این متون ما رو، ادبیات کلاسیک ما رو بدل به شعر بکنه. اون وقتی که ما میتونیم بگیم که شعر پارسی کنش جهانی داره. مثلا میگن که خیلی وقتا در ایران میگن که مولوی 1,000,000 تیراژ داره، آمریکا رو در فرهنگ آمریکا رو منفجر کرده. نه، مثلا اینه که شعر مدرن آمریکا، شعر مدرن انگلیسی مولوی رو خیلی جدی نمیگیره. مولوی بسیار طرفدار داره، همونقدر که سای بابا در ایران طرفدار داره، همونقدر که خیلی از این صوفیستای هندی در ایران طرفدار دارن. کسی به عنوان شاعر بزرگ مولوی نمیشناسه. اغلب مثنوی های مولوی که خیلی رابطه شعرهای واقعیش نیستن به انگلیسی ترجمه شدن. شما از دیوان شمس کمتر ترجمه شده، و اگر هم ترجمه بشه باید توسط کسی ترجمه بشه که بر انگلیسی زبان مادریش باشه و بر پارسی هم اشراف داشته باش. یعنی یک احتیاج به یک شاعر یا یک پارسی زبان داریم به یک انگلیسی زبان، که این دوتا با هم کار بکنن تا مولوی در بیاد. از این بابت من میگم که شعر پارسی هنوز تأثیر خودش رو نگذاشته. بعضی وقتا مخاطب ایرانی، به خصوص شاعرها و نویسندگان ایرانی، همیشه از موضع پایین به بالا به ادبیات غرب نگاه میکنن. واقعیت اینطور نیست. واقعیت اینه که بخشی از تجربه ها به خصوص در شعر مدرن ما توی حیطه فرم از لحاظ زبانی ما کارهای خاصی کردیم. مثلا فرمالیست ها بعد از دهه 60 قرن 20 در امریکا در ادبیات انگلیسی مطرح میشن، در صورتی که ما سبک هندی، ما اغلب شاعرای مطرح سبک هندی فرمالیستن. یعنی اون بحثی که فرمالیست های زبانیش مثل امثال شکلوفسکی یا پرس یا سوسور درباره سیستم همنشینی و جانشینی زبان میکنن، اون خصلت متافور میکنن در سیستم جانشینی، این در شعرهای بیدل دهلوی یا صاحب تبریزی یا کلیم کاشانی به مراتب و به وفور اتفاق افتاده. ما منتها اینها رو ننوشتیم، اینها رو توضیح ندادیم. اگر توضیح دادیم، ما بیشتر کتاب های ما این شعرها رو معنی کردن، یعنی یک تعویل معنایی از شعر رو ارائه دادیم، اسمش هم گذاشتیم نقد شعر. حتی اونجایی که تکنیکال مثل شفیعی کتکنی با صور خیال بررسی کردیم، اونجا هم از آرای ادبی کلاسیک استفاده کردیم. یعنی خودمون رو پیوند، شاید مثلا همش 15 سال، یعنی بعد از سالهای 76 که زبانشناسی ما خودش رو تازه میکنه، اون بخش ادبی زبانشناسی رو میگم، اینا میان حتی در دانشگاه ها فرمالیست ها رو درس میدن. میخوام بگم که اون پتانسیل رو فضای شعوری ما، فضای شعری ما داراست. فقط باید روش کار باشه، روش کار بشه، روش سرمایه گذاری بشه، روی این فرهنگ پارسی باید کار بشه. خلاصه این که من این بحث خیلی بست نمیدم. گفتم حتی همون پروسه، چون معمولا رابطه‌ها در غزل یا اصلا در شعر کلاسیک، شما چون می‌خواید یک سیستم وزن رو رعایت بکنید، بخاطر من تجربه سرودن وزن رو بسیار دارم، معمولا رابطه‌ها افقیه. وقتی رابطه افقیه، شما در هر سطر، در هر بیت یک چیز رو میگید، در از خیال استفاده می‌کنید، از تک تصویر استفاده می‌کنید که در خدمت متن اغلب نیست، یعنی 99% مواقع نیست. به عنوان مثال، وقتی که مثلا شاعر مثل سیمین بهبهانی رو مثال می‌زنم، وقتی که میگه من پروسه غزل رو عوض کردم، از وزنهای استفاده میکنه که بسیار مشکله. در این وزنها خیلی ممکنه شما بیش از یک بیت رو یا دو بیت رو با توجه به کنش ناخودآگاه بنویسید، یعنی مجبورید اون قالب رو تخطی بکنید، بقیه کلمات، بقیه بیت ها رو در اون قالب بریزید. ما اینجا با شعر طرف نیستیم، با یک معماری طرف هستیم. این معماری هم معماری بزرگیه، یعنی با اون منش ناخودآگاه طرف نیستیم، با دریافت شعری طرف نیستیم. میشه یک داستان معمولی رو در اینجور غزل ها ریخت،
که وزنهایی مشکل دارن، که اغلب مثلا غزل معروف خانم بهبانی، اون غزل شطرش که غزل خیلی خوبیه، شما اونجا هم یک رابطه، یک روایت مستقیم رو میبینید که موتیف مقید نداره، موتیف های آزاد رو تعریف میکنه. تازه این غزل موفقشه. میخوام بگم که شعر جدیدش به شما این آزادی رو میده که شما از خیال دوری بکنید، یعنی خیال رو بس بدید و بدلش بکنید به تخیل، به یک پروسه بدل بکنید. یعنی در هر سطری یک بخش از اون کل واحده اتفاق بیفته. بعضی از کارتون ها هستن که تیک اول مثلا دیوار رو میذارن، بعد شیروانی رو میذارن، بعد حیاتی میذارن، بعد یه تک درخت میذارن، بعد از مدتی اون تصویر کلی ساخته میشه. شعر واقعی هم اینجوریه، یعنی آحاد میان، اون واحدها میان، اون هیئت کلی رو به نمایش میذارن. به خاطر اینکه منش شعر، کار شعر تازه، ایجاد فضای تازه است. یکی از ابعاد متنی تولید فضای تازه تخیله. با خیال، با تک تصویری که انطباق ساختاری نداره، شما نمیتونید یک فضای منسجم رو بسازید. مسئله دیگه ای که بازم در شعر، من درباره این معضلات شعر پارسی یا بوتیقه هایی که نوشته شده، بوتیقه که ما نداریم، بوتیقه داریم شعر پارسی، ولی مجموع کتاب های تحقیقی که داریم، حتی در هیئت شعر مدرن ما، بعضی از اصطلاحات اونجا به غلط معمول شده. مثلا میگم فلانی شعرش فرم نداره، منظورشون از فرم همون ساختار هندسیه، همون استرکچر کاره، که تعریف خاص نداره، شما به تجربه بهش میرسید. اون فضای متنیه که یک فضای بیرونی رو ایجاد میکنه، اون فضای بیرونی یک دیالوگی داره، یه دیالکتیکی برقراره بین اون فضای بیرونی رو، فضایی که در متن ساخته، در هیئت متن ساخته میشه. بعد بهش میگن که آره این عجب شعر خوش فرمیه، در صورتی که فرم اصلا این نیست. فرم رو معمولا در زبان دنبال میکنن، یعنی ما از فرم زبانی میتونیم حرف بزنیم. وقتی از فرمالیسم حرف میزنیم، مثلا به عنوان مثال به رویایی میگن شاعر فرمالیستیه. رویایی مطلقا اونجایی که شکل درست میکنه شاعر فرمالیستی نیست، چون بسیاری از شعرهاش تو سیستم زبان ساده است، یعنی هرگز ارکان جمله تغییر نمیکنه، از کنار زبان فارسی رد نمیشه. از این بابت ما دچار معضلیم. یا یه جور دیگه، مثلا یکی از اصطلاحات اینه که به خاطر اینکه شعر پارسی جهانی بشه باید بومی نویس باشه، باید فضا خودش رو خیلی بومی بنویسه، در حالی که در این اصل گلوبال پویتیه، اصل پرداختن به دهکده مارشال مکلوهانه. یعنی اینجور شعرها هستن که معمولا مطرح میشن، یعنی چه اون هندی باید شعر تو بفهمه، چه اونی که تو ماداگاسکار هست. از این بابت روشنفکری ما خیلی از ایده های ادبی رو تحریف کرده به جای تحلیل، به جای تعریف. مثلا میگن که رمز پیروزی ادبیات امریکای لاتین این بوده که بومی نویس بوده، در صورتی که اغلب، یعنی 80% آثار مهم ادبیات امریکای لاتین به زبان اسپانیش نوشته شده. خب زبان اسپانیایی یعنی یک زبان جهانیه، یعنی بیش از یک سوم مردم جهان به اسپانیش حرف میزنن. یعنی شما وقتی به اسپانیش مینویسید یعنی جهانی مینویسید، نه مثل ما که به زبانی مینویسیم که قرائتی در انزوا داره. شما جز ایران، افغانستان و بخشی از تاجیکستان کسی پارسی نمیخونه. در نتیجه ما مجبوریم فضای کارمون رو با توجه به المانهای دهکده جهانی مارشال مکلوهان بسازیم، نه اینکه مثلا بریم از فلان، مثلا اون بکاری که سینمای اپورتونیستی ما میکنه. شما میبینید که در سینماهایی که حتی مطرح میشن در جهان، از طبقه روشنفکر خبری نیست، از طبقه الیت جامعه هیچ اثری نیست، حتی از طبقه متوسط هم کمتر حرف میزنن. چند تا از این فیلم ها شاید به این اختصاص داده شده. من فکر میکنم که یا اون زیرساختهایی که کالچر ما داره. خب از این بابت ما میرسیم به اون زیرساختهای متنی، یعنی اون جایی که متن شما تفکر خودش رو میخواد ارائه بده. در 40 سالگی من همیشه فکر میکردم وقتی 40 سالم بشه دیگه نمیتونم شعر بنویسم، چون فکر میکردم متن یعنی این همانی شورش و عصیان و زبان. اما الان فکر میکنم در 40 سالگی
شما به یک جور رشد در بعد آپولونی میرسید. یعنی تجربه های شما از زیستن به خصوص یک زندگی خلاق، یک زندگی پر تجربه باعث میشه که شما دنیا رو، جهان رو بهتر ببینید. اینکه این جهان چقدر کوچکه، این دهکده مارشال، که من دیگه نمیتونم بگم من شرقی هستم. با اطمینان کامل میگم برای من یکی شرق و غرب واقعا وجود نداره. برای من جنسیت وجود نداره. واقعا مرد یا زن برای من الان فقط یک نامیده هستن. واسه همین اغلب شعرهای جدیدم با توجه به تکنیک اندروژنی می‌نویسم، یعنی اون تکنیک دو جنسی یا عملکرد غیر جنسی در متن. از این بابت من فکر می‌کنم که نه اینکه شعر پارسی در حال حاضر اون قدرت رو نداره، شعر پارسی باید خودش ایمپروو بکنه، باید خودش رو اصلاح بکنه، باید بخشی از ضعف‌هاش رو مورد تحلیل ساختاری قرار بده تا به امروز برسه. مشکل بزرگ من الان مثلا خود درستی از خودم بگم، ولی وقتی در یک فستیوال میرم، چه فستیوال های اسپانی، چه آلمانی، به هر زبانی که میرم، وقتی شعرها به زبان اونجا خونده میشه، ترجمه هاشون تازه، اغلب تشویق میکنن و اغلب تو اغلب من مجله جهانی نیست یا وبسایتی نیست که کارای من نزده باشه. من شاعر مهم ایران نیستم، یکی از شاعران ایرانی هستم و میخوام بگم که ادبیات ما این قدرت رو داره، منتها باید روش کار بشه. خب ما یه گروهی هستیم مثل گروه اسکول، SKOOL، که تو هر کشوری یک بخشی داریم. مثلا تو پاریس میگیم پاریس اسکول، توی بریتانیا میگیم لندن اسکول. در اینجا اونجا ما الان گروه خیلی از ملیت های دیگه هم، از کشور های دیگه هم. مثلا ما توی الجزایر شاعری هست به اسم الحبیب لوعی، اون کارهای ما رو به عربی ترجمه میکنه. یا مثلا توی آرژانتین مسئول اون بخش اسپانیش ما شاعری هست به اسم الیزابت فتیرونه. یا مثلا تو بخش زبان آلمانی کریستینا اهلر. یا مثلا توی اردو ما احسن رو داریم. احسن اسمش یادم رفته، اسم فامیلیشو همیشه احسن صداش میزنم. یعنی تو همه زبانها ما الان داریم کار میکنیم، به اینو بس دادیم. به نظر من این گفتمان بینازبانیه که خیلی که من تلاش بکنم میتونم اون سلیقه خودم رو یا شاعرانی که به نظر من مطرح هست، به نظر گروه ما مطرح هستش، رو به زبانهای دیگه ترجمه بکنیم. به این کارم کردیم توی مثلا مهمترین مجله الان بخش پرژن وردشون به دست ادیتورش ابوالفروشانه که خیلی از شاعرهای مطرح ایران رو دونه به دونه، نفر به نفر داره کم کم مطرح میکنه. یا مثلا خب شعرهای دیگه هم داریم کار میکنیم. تو این میتونه یک سرمایه، اینو باید بخش فرهنگ، وزارت فرهنگ یک کشور انجام بده. کار وزارت فرهنگ ما به جای اشاعه فرهنگ اینه که زبان عربی رو داره مطرح میکنه. یعنی من شاهدم که در اغلب کشورهای اروپایی یک هزینه بزرگی اینا میکنن، یک سرمایه بزرگی خرج میکنن که در شبهای رمضان به همه اونای روزه‌دارا شام یا افطار مجانی بدن یا کمک بکنن یا مثلا مراسم اسلامی رو تبلیغ بکنن. هیچ کدوم از این هزینه ها در خدمت فرهنگ ایرانی یا زبان پارسی نیست. به طوری که یکی از معضلات بزرگ من اینه که در فستیوال ها وقتی شعر میخونم، چون معمولا مترجمم هستم، من به پارسی میخونم، اونا به زبان های دیگه میخونن. وقتی من پارسی میخونم، متن پارسی روی دیوار، روی پرده ظاهر میشه و اغلب چون این حروف ما از این حروف زبان خود، الفابتش رو از عرب ها گرفت و زبان عربی گرفتیم، همه فکر میکنن که زبان من عربیه، یعنی من یک عربم. و من همیشه مجبورم اونجا توضیح بدم این قضیه رو که زبان پارسی یک زبان قدیمی و فلان اینا. خب بعضی البته میدونن، اونایی که خیلی قدیمی هن یا خیلی اهل مطالعه هستن، مطالعه تاریخی هستن، که پرشیا رو میشناسن. اما یکی از ما این کار رو باید بخش فرهنگی سفارت ها انجام بدن تو کشورهای مختلف. بالاخره اینا پول مالیات اون ملت رو، پول نفت اون ملت و ثروت اون ملت رو دارن خرج میکنن. از این بابته که کالچر ما، که فرهنگ ما جهانی نیست، نمیشناسن. ما داریم سر خودمون رو شیره میمالیم، فقط میگیم که ما پارسی هستیم، ما ایرانی هستیم، ما بیش از 3000 سابقه داریم، مهر ایرانی بوده. اما قریب حداقل 30 سال اخیر من ندیدم که در این باره فعالیتی شده باشه. مثلا به خاطر اینکه کالچری رو به یک کشور دیگه معرفی بکنیم،
غذاهای اون کشوره. من به با قدرت کامل میگم که کشور ما متنوع‌ترین غذاها رو داره. مثل هندوستان، غذای هندی در همه کشورهای جهان مطرحه و مشتری داره واسه خودش. اما شما اگر نگاه بکنید در تمام در کشورهای اروپایی که اونجا که من اطلاع دارم یا امریکا، رستوران‌های ایرانی فقط مشتری ایرانی دارن، به خاطر اینکه اون بخش سیاست فرهنگی کشور خرج این نمیشه. به خاطر اینکه شما یک فرهنگ رو مطرح بکنید، باید غذاهای اون کشور، غذای نوع غذای یک کشور از بخشی از فرهنگ اون کشوره، زبان یک کشور بخشی از فرهنگ اون کشوره. نه اینکه اعتقادات اون کشور نیست، من کاری ندارم، ولی نه همه هزینه ها رو صرف این میکنه و این درست نیست. خلاصه اینکه متاسفانه ما به سان نقطه دور افتاده از جهان هستیم، خودمون رو ایزوله کردیم و در این گفتمان جهانی نقش کلیدی نداریم. شاید خیلی از جمهور ایرانی بیان بگن که ما گفتگوی تمدن ها را انداختیم، اما این گفتگوها فقط برای خوراک داخل بوده. من در این حالات شعر طبیعی، نه فقط شعر پارسی، تو همه فرهنگ ها، همه کالچر ها، اینه که شاعرها وقتی در دایره غربت قرار میگیرن از نوستالژی بسیار استفاده میکنن. نوستالژی باعث میشه که شما پرتاب بشید در گذشتتون، در صورتی که واسه یک شاعر خلاق چیزی به اسم گذشته و آینده وجود نداره. زمان در شعر کنش دوری داره، پریودیکه، یعنی شما گاهی اوقات گذشته میتونه بخشی از آیندهتون باشه یا امروز بخشی از فردا و دیروز باشه. یعنی در وقتی که با شعر سر کار دارید، با متن خلاق سر کار دارید، چون شما مادام با زمان برگسونی طرفید، زمانی که مثلا یک بخش تکنیک، مثلا نمیدونم اون بخشی که توی در جستجوی زمان گم شده یک پاره داره، پروست که یک خانم روسپی از این ور خیابون داره میره اون ور خیابون، یعنی دایره عینی داستان اینه، ولی در این باره صفحات بسیاری از زمان بهش اختصاص میده، یعنی اون پروسه ذهنی این خانم رو میبره تو زمان برگسونی و اینو بست میده. پروسه شعر هم همینه، یعنی ما در شعر زمان خطی نداریم، چون با قطع روایت طرف هستیم، چون با تعلیق روایت طرف هستیم، چون هیچ روایت پرفکتی در شعر کاربرد نره. اگر یک شعر صرفاً راوی، یک شاعر صرفاً راوی باشه در یک متن، میشه فردوسی، با نظم طرف میشه. حالا من کاری به عظمت شاهنامه ندارم یا عظمت فردوسی ندارم، منظورم به اون شعر نابی که الان شعر جهانی بهش اعتقاد داره. در نتیجه همیشه نوستالژی خوبه که در شعر باشه، اما چجوری اون رو در برابر آینده یا امروز قرار بدیم، چجوری اون رو بخشی از متن بکنیم نه همه متن، چجوری از نشانه های اون استفاده بکنیم. اتفاقا نمیشه حذفش کرد در متن، باید باشه. اما 99% شاعرانی که در مهاجرت یا در تبعید هستن در گذشته میمونن، یعنی خودشون رو در یک قفس زندگی میکنن. من خیلی از شاعرانی زندگانی میشناسم که سالهاست خارج از ایران زندگی میکنن، اما هنوز تمام اون کمیونیتی، اون اجتماعی که باشون طرف هستن ایرانی هستن. تمام شاعرانی که باشون شعر میخونن ایرانی هستن. بعضی از اینا هستن که اصلا واقعا با اینکه 30 سال یا 40 سال توی یک کشور میزبان خارج از ایران هستن، توی یک زبان دیگه زندگی میکنن، هنوز اون زبان رو نمیتونن درست به اون زبان بنویسن. شاید حرف بزنن اما درست نمینویسن. این علتش اینه که من اسم اینجور شاعرها رو میذارم شاعرانی که شعر خودشون رو کلاسیک میکنن، یعنی مدام خودشون رو تکرار میکنن. درنچه یک چیزی افتاده، مثلا بعضی وقتاشو وقتی شما از یک خاطره، یک بخشی از گذشته که میتونه بخش از آینده باشه صحبت میکنین، میگن آ این شاعر در گذشته، این شاعر از نوستالژی خیلی استفاده میکنه. درنچه که در شعر باید از نوستالژی استفاده کرد، چون شما با زندگی خودتون طرفین. هر شاعری مثل هر انسان دیگه است و یک زندگی رو به نوعی تجربه کرده، مجبوره که از همه بخش‌های اون زندگی استفاده بکنه، به خصوص برای تبعیدیا که به زور از یک کشور ایران یا مجبور بودن که از کشور خودشون
که مادر دومشونه، از زبان خودشون که مادر دومشونه فرار بکنن. در این همیشه باهاشون هست. به مثال خود من شاعر استیجم، شاعر صحنه هستم. تا مدت‌ها اینکه من نمیتونستم به زبان انگلیسی روی صحنه شعر بخونم، تازه‌م شروع کردم، شاید یک سال و نیمه که روی صحنه به انگلیسی شعر میخونم. قبلا نمیتونستم و وقتی هم به پارسی میخوندم خب کسی چیزی نمیفهمید. یعنی اون اودینس جواب من، اون ایموشن ها، اون حس ها، اون فیلینگ ها، اون چیزای احساس من رو نمیگرفت. و خب این شما وقتی تو ایران شعر میخوندم یک جمعیت کثیری میومد، بعد من بهشون انرژی میدم و انرژی رو میگرفتم ازشون. یعنی یک چیز، یک دیالوگ، یک گفتمان حسی بین من و مخاطب برقرار بود روی استیج، روی صحنه. خب این صحنه رو ما از دست دادیم. همه شعرا این از دست میدن. شاید مثلا بگن که بفرض فلانی در پاریس شب شعر گذاشته و شعر خونده. خب در پاریس یا در لندن چند تا شاعر وجود، چند تا مخاطب جدی شعر وجود داره؟ میتونن یک عده رو جمع بکنن، ولی از اون عده 95% شعر نمیفهمن یا به طور حرفه‌ای شعر رو درک نمیکنن. از این بابت من فکر میکنم که این پروسه نوستالژیا اونجوری که در شعرهای تبعیدی وجود داره در بقیه شعرها موجود نیست، اما در اون بخش خلاق شعر تبعید نوستالژیایی وجود داره که اون رو به عنوان یک پاره کالچورال، پاره فرهنگی در تقابل قرار میده با پارههایی از فرهنگ کشور میزبان یا کشورهایی که اون میت کرد، اون کشورهایی که رفته ازشون دیدن کرده یا کالچورهایی که شناخته. به خاطر اینکه به فکر میکنم اگه یک شاعر تبعیدی باشه، بعض مدتی چند فرهنگی میشه، چند زبانی میشه، چنگانم فکر میکنه، دیگه از یک پنجره به جهان پیرامون نگاه نمیکنه. به اون مثلا معروفه، یعنی مجبوره اینقدر تجربه کسب میکنه که وقتی در پنجره خونه خودش وایساده، به اون مثلا معروف، خودش رو که وقتی که داره از خیابون عبور میکنه میبینه. از این بابت من فکر میکنم، مثلا یک مثالی میزنم، الان مدیاهای برون مرزی بسیار فعال شدن. ما الان تلویزیون صدای امریکا رو داریم یا تلویزیون بی بی سی رو داریم که تا یک دهه پیش نداشتیم، یا رادیو زمانه، کسایی که از سازمانهای ضد سانسور وام میگیرن، پول میگیرن و هزینهشون رو میدن. در بخشی از اینا، نه همشون، 90% پرسنل از شامل کسانی میشه که تازه از ایران اومدن. من نمیخوام بگم اینا دوم خردادی هستن یا تازه از آغوش حکومت، از آغوش قدرت جدا شدن و الان مخالفن، یا همون ایدئولوژی رو در این مدیاها دارن بس میدن، فقط مخالف حکومت مرکزی، حکومت الان هست، اون لیدر الان هستن، اگه لیدر دیگه تحت اون حکومت باشه باش مشکل نخواهند داشت. بس من این چیزا نیست. من میخوام بگم ای کاش اینا به خودشون استراحت بدن، بعد یک پروسه زمانی در یک فرهنگ میزبان شناخت‌های خودشونو با اون شناخت تازه، این دو تا شناخت در مواجهه با همدیگه بینا یک تعادل بده، بعد از اون بنویسن و از تجربه هاشون، از نگاه تازه‌شون بنویسن. متاسفانه گفتم بیش از 90% این مدیاهای اصلی برون مرزی رو پرسنل تشکیل میده که هنوز تجربه زیست در خارج از کشور رو نداره، یعنی تازه اومده خارج و بلافاصله وارد کامیونیتی ایرانی یا ژورنالیست ایرانی شده و همون حرفا رو دوباره داره تکرار میکنه. بیشک یکی از سرمایه های بزرگ ما ایرانی ها اون نخبه ها، اون تحصیل کرده ها، اون الیت جامعه ای هستن که طی این 30 چند سال از ایران اومدن و کالچر ایرانی رو در تقابل قرار دادن بعض مدتی با یک کالچر تازه و تیه زمان کردن، به یک تعادل فکری رسیدن، به یک پنجره‌های تازه‌ای رسیدن و چقدر خوب اینا میتونن تجربه هاشون رو و تفکرشون رو ارائه بدن و یک گفتمان تازه ایجاد بکنن. متاسفانه ما از اینا استفاده نمی کنیم. این یکی از معضلات بزرگ مدیاهای برون مرزیه، به خصوص تلویزیون، مثلا تلویزیون بی بی سی که من از نزدیک میشناسم. از این بابت خب این یک سرمایه‌ای که ما در حال حاضر داریم و شما تو اینجور کارا میبینید که اینجور نوشتارها صرفا خرج نوستالژی میشه، نوستالژی سیاسی، اتفاق سیاسی، یعنی دائم اینا در ایران زندگی میکنن. خب در نوشتار، هر نوع نوشتاری زندگی حاضر تو روش تأثیر میذاره. من اسم این نوع نوشتار رو، اسمش رو میذارم
تکست، یعنی نوشتار، اینجور نوشتار پیش از اینکه متولد بشن مردن، چون حتی زبانشون چون خلاق نیست، چون خبری هست، چون زبان محمل پیام هست صرفا، اینها پیشا پیش تجربه های عینی ندارن و محکوم به شکستن. البته ما اینو در شعر هم داشتیم، در ادبیات خلاق هم داشتیم، در نوبل و داستان هم داشتیم تا قبل از اینترنت، یعنی تا 12 سال پیش یکی از معضلات تبعید یا مهاجرت این بود که شاعر یا نویسنده وقتی از زبان مادر، یعنی از مادر دوم خودش وقتی فاصله میگرفت، یعنی از زبان کوچه و بازار، از زبان لوگو فاصله میگرفت، زبانش قدیمی میشد، به مرور از بایگانی ذهنش استفاده میکرد، از آنچه که در ادبیات کلاسیک میخوند. خیلی از مثل شاعری مثل رویای اینجوریه، خیلی وقتا زبانی که در شعرش داره یک زبان کلاسیکه، یعنی از اون انباره از مطالعات کلاسیکش استفاده میکنه و در شعر امروز خودش میاره، بخصوص نسل گذشته. منتها الان نسل تازه تبعید شانس داشت، بخت باش همراه بود، چون کوچه های اینترنتی رو کشف کرده. الان شما جایی مثل یاهو مسنجر رو دارید، مثل پالتاک رو دارید، مثل فیسبوک رو دارید که اینا در اینجا چت های اتفاق میفته و از همون زبانی که الان در ایران مرسومه استفاده میشه. از این بابت دیگه نمیشه گفت که یک شاعر مهاجر، یک شاعر تبعیدی وقتی دلای وطن میکنه هنرش هم کشته میشه. من با این زیاد معتقد نیستم. اگه فعال باشه، به نظر من الان مهاجرت از لازم نوشتن به نفعش هم تموم میشه، چون هم اون زبان و اون کنش ها رو لااقل 50% داره، حالا ما میگیم 50%، هم یک کالچر تازه رو داره، تجربه های زیست در خارج از کشور رو داره و اینا همش به کمکش میاد. و من فکر میکنم اگه نویسنده های تبعیدی، نویسنده های مهاجر، نویسنده های چند زبانی یا چند فرهنگی خودشون رو جدی بگیرن، میتونن بزرگترین و مهمترین و خلاقترین هنرمندان آینده باشن. در نتیجه از این بابت من خیلی مشکل ندارم. حتی میدونید در استتیکی که اینا انتخاب میکنن، در اون زیبایی شناسی که اینا در متن اعمال میکنن، زیبایی شناسیشون صرفا عینی یا صرفا ذهنی نیست، از نوعی از زیبایی شناسی استفاده میکنن که حاصل محصول همحسی با اشیای پیرامونه، با فکرهای پیرامونه، با گفتمانهای پیرامونه. در همین تبعید بود، یعنی من بعضی یک سال تبعید وقتی که با ماجرا و اخلاق تازه ای آشنا شدم، با کالچه تازه آشنا شدم، خب همه میدونیم که بخشی از چیزهایی که در کشور ما شده اینجا یک عنصر عادیه. یعنی من در قالب سانسور در ایران خیلی وقتا سعی میکردم یک متنی بنویسم که اون حرفی که اونجا سانسور میشد یه جور دیگه بزنم، وقتی به ترجمه در میومد واسه اینا یه حرف ساده ای بود. اینجور شعرها یا اینجور داستانها خیلی اینجا مطرح نیستن، به خاطر اینکه اینا این پروسه رو بعد از قرون وسطا اثر گذاروندن. از این بابت من فکر میکنم که یعنی تو اون دوره یک استتیک تازه ای رو به اسم استتیک شعر وارد ادبیاتم کردم، یعنی در تقابل با ادبیات پندواندرزی پارسی که خب خودتون اگه کسی که مطالعه خلاق سر ادبیات پارسی داشته باشه، ادبیات کلاسیک، ادبیات مدرن ما داشته باشه، با من همراه میشه در این زمینه که 90% ادبیات ادبیات پندواندرزیه، 90% ادبیات ادبیات اخلاقی است، ادبیات یعنی اسمش از ادب میاد، در صورتی که لیتریچر اصلا نوشتار خلاق ربطی به مؤدب بودن نداره. شما در وقتی که خلاق مینویسید یک آزادی مطلق دارید، آزادید آن چیز مگو را بگویید، آن کلمه مگو را بیاورید در متن خودتان. اما خب در اخلاق ادبی ما، حتی در 99% روشن فکرای ما، بعضی از کلمات نمیتونن جواز ورود به متن رو بگیرن، چون فرهنگ ما خود سانسوری رو به اینا تحمیل کرده. خیلی هم رد به حکومت نداره، من کاری به سانسور حکومتی ندارم، به اون خود سانسوری که نهادینه شده در روشن فکری ما که اسمش هم اخلاق میذارن، به نظر من ربطی به اخلاق نداره اینجور سانسوری که ما باهاش مواجه هستیم. یکی از دستاوردهای اصلی خودم رو تعریف استتیک شر میدونم، یعنی در کتاب هرمافرودیت بدونین که یک حرف مثل الف رو از متن حذف بکنم، در نهایت شجاعت، در نهایت بیرو در بایست، بیرو با مخاطب بیرو در بایست بودم و
هر چی دلم خواست رو نوشتم و تعریف تازه‌ای از شل دادم یا نمای دیگه از شیطان رو نشون دادم. در ادبیات کلاسیک ما، در ادبیات مدرن ما، خوبی مدام داره تعریف میشه، ولی ما جز شیطان هیچ ویوی، هیچ دیدمانی از شر نداریم. همین باعث میشه و جالبه در کالچر ما، در کالچر ما من یعنی اندیشیدن، یعنی شما وقتی میگید اهریمن یعنی اندیشه بد، یعنی شیطان ما، شیطانی که زرتشت یا قبل از زرتشت خود در میترائیزم تعریف میشه، ابژه نیست، ماهیت عینی نداره، یک اندیشه شره. ما اندیشه شر رو قاعدتاً باید بستش میدادیم، در صورتی که ما یک در غلطخانی نیچه، در غلطخانی زرتشت نیچه اولین بار میاد اینو طرح میکنه، یعنی تقابل داره با دوالیسم که زرتشت مطرح میکنه به عنوان اولین فیلسوف دوالیزم، و اونجا نشون میده که در شری که زرتشت تعریف میکنه خیلی وجود داره و در خیرش شدی وجود داره، یعنی ماهیت نسبی تعریف شده ها رو به ما نشون میده، اون بخشی از مفاهیم که کپسوله شده در ما. ما خیلی از اصول رو قبول کردیم و بر اساس اون فکرهای بعدی رو مطرح میکنیم، در صورتی که خود اون اصول باید جای شک باشه. از این بابته که فردیت در تفکر ایرانی، در شعر ایرانی، در ادبیات ایرانی قبلا جایگاه بزرگی نداشت، چون اون ادبیات اهل تردید نبود، ادبیات آری و بلگو بود، اصلا مخالفت رو خیلی دوست ندارن. شما توجه بکنید، مثلا شاعر مثل نیما رو میگفتن جنجالی، شاعر مثل شاملو رو میگفتن جنجالی، شاعر مثل فروغ رو میگفتن جنجالی، و جنجال تو فرهنگ ما یک بار منفی داره، در صورتی که این آدمای خلاقی بودن، این آدمای نوآوری بودن، اینا پیامبران ادبیات ادبی اون دوره بودن، منتها صفت جنجالی صفت منفی رو بهشون میدادن. به مرور هم بعد از مرگشون، بعد از پروسه زمانی، وقتی که کارکرد خودشون رو از دست دادن، اون بخش کلاسیک اینها رو پیامبر ادبی قبول میکنه و در تقابل قرار میده با ادبیات تازه، با پیامبران جدید که بالاخره دوباره باید توسط سلیقه حاضر کشته بشن. اینا میخوام بگم که یکی از علتهای فرار من نه از دست سانسور اونجا، چون بخاطر این که من در ایران دیگه جمهوری اسلامی رو نمیدیدم اون دوره که زندگی میکردم، یک ایران دیگه‌ای در اون ایران هست که همون فضاها و اون فضای پرایوته، اون فضاهای جلسات خصوصی بین روشنفکرها است، مهمانی‌های خصوصیه. من در اون جمع‌ها زندگی میکردم و شاید اون جمع‌ها آدم‌های روشنفکر، لیبرو و بسیار باسوادی دیدم که مشابه اونها رو کمتر در 10 سال تبعید خودم ملاقات کردم. خلاصه بخوام بکنم اینه که روشنفکری ما بسیار میخونه اما هدایت شده نمیخونه. من یادمه 4 سال پیش یک ایالتی ما داریم، یک استانی ما داریم در بریتانیا به اسم دوون. دوون بریتیش انگلیش پن، یک نویسنده های متن هر زبان رو که تبعیدی بودن رو از سراسر دنیا دعوت کرده بود و اونجا یه 25-6 نفری بودیم که با هم حرف میزدیم و مبادله فکر میکردیم و مینوشتیم. یه جای خیلی جالب بود که اونا این بورس رو داده بودن. من اونجا وقتی با شاعرای انگلیسی مثلا اولین بار آشنا شدم، با شاعرای فرانسوی یا شاعرای بقیه کالچرها، درباره فرهنگ خودشون پرفکت، درباره شعر خودشون، ادبیات خودشون پرفکت میدونستن، اما درباره مثلا چاینیز لیتریچر، ادبیات چینی، ادبیات ژاپنی، هایکو، یا ادبیات مثلا حتی ادبیات لهستانی، ادبیات بخش از اروپا منظورمه، اسپانیش مثلا، ما هر شاعر دیگه، لورکا دیگه، خیلی از شاعرای متی یا مثلا شیمبورسکا، بالا شاعر پولیش، اینا همه رو میشناسن، اما دیدیم که نه، اونا ادبیات خیلی خوب خودشون خیلی دقیق میشناسن، مسئله شون هم هست، و تعجب میکردن از اطلاعات من که چرا من اینقدر نسبت به شاعرای ایرانی یا منتقدان ایرانی یا نظریه پردازان ادبی ایرانی، خب من شاید یک وجهه متوسطی دارم، اما به نظر اونا بالاخره من خیلی میدونستم. علتش اینه که ما همه وقتمون رو صرف همه چیز میکنیم، یعنی یه بخش از مطالعات اصلی یک شاعر در ایران علاوه اینه که بشینه مثلا نظریات زبانشناسی رو بخونه، کتب فلسفی بخونه، ولی ادبیات کلاسیک ما رو خوب نمیخونه. این معضله، نه اینکه اینا نباید خونده بشن، ولی اون مقدمه، اون تالی نیست.
من همیشه به تالی ارزش میدم، یعنی سیستم نداره مطالعات ساختاری ما. ما حتی ادبیات کلاسی، ادبیات چند دهه اخیر ما رو خیلی از شاعران نخوندن و خیلی از شاعران نسل جدید، مثلا شاعرای هم نسل من رو که کم سر صدا خوب نمیشناسن. و این عدم آگاهی بدل به عدم گنده‌ای میشه در متن‌هایی که نسل آینده خواهد نوشت، چون فقط شناخته که در ما آگاهی میسازه و این آگاهیه که بدل به متن و شعر میشه.